بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. برادرای محترم، ویدیو امروز ما به ادامه ویدیو درس ها و لکچر های صحیح است انشاءالله که در درس امروز در ویدیو امروز برادرای محترم ما و شما موضوع بسیار اساس و مهم برادرای محترم ما و شما مورد مطالعه و مورد عملی البته قرار میتیم. البته موضوعات ما برادرای عزیز کنفیگر کردن دو سرویس یا دو سرور اساسی از طریق راوتر است که ما چطور بتانیم برادر عزیز به داخل راوتر همی سرویس های زیر نام DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol و DNS Domain Name Server یا Domain Name System برادر عزیز عیار تیار تنظیم و با کمپیوتر های کلاینت دیستریبیوت کنیم. برادر های بوترم، چونی سرویس ها معلوم دار است که شما کسایی که در CCNA و ویدیو را میالا میشنوین و تعقیب میکنین، معلوم دار است که با DHCP و DNS معلومات دارین. ضرورت به این نیست که ما برای شما معلومات بدیم که کارش چیست، وظیفه‌اش چیست. اما بازم به خاطر از اینکه یک یادآوری شویم و یاد شما بیاید که تا درستر و خوبتر بفهمین، برادر DHCP خود در حقیقت Dynamic Host Configuration Protocol یکی از سرویس های خدماتی است که به خاطر اساین نمودن یا تقسیم نمودن یا دیستریبیوت نمودن IP آدرس به شکل اتوماتیک یا خود به خود به کامپیوترهای چی است؟ به کامپیوترهای کلاینت است. یعنی بدون از این که ما به کامپیوترها منوالی IP بتیم، از طریق DHCP ما میتونیم که اونا را IP اتوماتیک یا اتومات برادر عزیز IP آدرس به اونا اساین کنیم و تطبیق کنیم. نظر به استرکچر، نظر به قانون، نظر به رنجی که ما مشخص میکنیم برادرای محترم، چون این سیستم در حقیقت بر ما ساده میسازه که کامپیوترها را IP آدرسین کنیم. یعنی مطلب از این که 2000 کامپیوتر اگر شما منوالی برین IP بدین، وقت شما ظاهر بزن. اگر 2000 کامپیوتر دقیقه یک دقیقه در کامپیوتر که تو ضایع کنی وقت، 2000 دقیقه تقسیم 60 کو چقدر میشه؟ چند هفته تو خود بگذره که تو بتونی بیا در خنچی کنی؟ یک آدرس برادرای محترم شما آدرسی کنیم 2000 کامپیوتر 3000 کامپیوتر. پس DHCP را ما شما بلون به او خاطر و DNS هم به مو شکل برادر همراه یک جا با DHCP ما کانفیگر میکنیم. DNS خود دومین نیم سرور است که به خاطر ریزال نمودن برادر های محترم نام تو IP و IP آدرس تو نام است و امروز این را کار میکنیم که چطور ما کامپیوتر را زیر DNS هم عیار و تنظیم و کانفیگر بسازیم. برادر های محترم، میریم یک شبکه اول تنظیم میکنیم و بعد از اون باز به طرف بعضی موضوعات دیگر میریم. برادر های محترم، مثلا ما یک راوتر دارم، مرکزیت یک راوتر، راوتر اول فرض مثال و یک سویچ مرکزی دارم 2960 و برادر های محترم این سویچ اول است و برادر های محترم در اینجا ما PC یا هستم دارم، یک 6 دانه هست هم اینجا مشخص میکنم، یک دانه دسکتاپ، یک دانه لپتاپ، یک دانه دسکتاپ، یک دانه لپتاپ و یکی دسکتاپ و یکی هم لپتاپ. سعیسته انشاءالا 6 PC را ما مشخص کردیم در اینجا و اینا را ما میخواییم که از طریق سویچ با راوتر اینا را با هم وصل بسازیم. سعیسته انشاءالا. پس موضوع دریجه چی است برادرای محترم؟ موضوع دریجه ای است که ما میخواییم اینمی 6 پای کمپیوتر از طریق راوتر به شکل DHCP اتومات IP خودش بده، راوتر برش IP بده. ضرورت به این نباشه که ما بریم IP اینا را چی کنیم؟ منوالی یا اتوماتیک بده میشونه. یعنی خود معنی اتومات راوتر برش چی کنه؟ تقسیم. قبل از اینکه این عملیه را انجام بدیم برادر عزیز، اول ارتباطات را برقرار میسازیم و کل کمپیوترها را وصل میسازیم با چی؟ با راوتر، لپتاپ هم و دسکتاپ هم و کل از یارم. صحیح است انشاءالله. بعد از اون باز میریم به طرف بعضی از کارهای بعدی، یعنی PC را کلش برادر های محترم شما با چی وصل میسازیم؟ با سویچ. و بعد از خود سویچ هم شما وصل می سازین به فاست اینترنت 0/0 راوتر. اما تا هنوز این کامپیوترها کدام IP ندارن، یعنی برین در
دسکتاپ از این هم دسکتاپ آی پی کنفیگریشن آی پی مای پی نیز برشان و اما این بار برادرای محترم پیش خود ای فکر کردیم که اینا را از طریق دی ایچ سی پی چی کنیم آی پی بدیم و همی شکل کلش نداره اینا برادرای محترم دسکتاپ مکمل کلش آی پی نداره پس برادرای محترم بخاطر ستنگ تنظیم و عیارسازی از این ستنگ ما شما چی میکنیم برادرای محترم داخل راوتر میشیم راوتر اول کنفیگر عیار و تیار میسازیم و بعد از او باز میریم به طرف دی ایچ سی پی راوتر اول برادر عزیز در بخش سی ال آی مودش میریم از اون ابتدا برتان گرفتیم که خوب صحیح بفهمیم بل میکنیم شو رن میکنیم برادر عزیز مودم فاس اینترنت 0/0 رو آی پی میتین در کنفیگ تی میریم آی ان تی فاس اینترنت 0/0 آی پی آدرس میتین برادر عزیز محترم 200.100.100.1 باز هم نو 255.255.0 نو شد میکنیم برادر عزیز محترم و بعد چی میشیم؟ اگزیت میشیم و با می شکل چی؟ اگزیت را داریم آتنم این حال شروع رن میکنیم فاس اینترنت ما اتومات چی دادیم؟ آی پی آدرس دادیم برادرای محترم این حال ما می خواهیم که 200.100.101 آی پی خود راوتر شد و این کمپیوتر را با می شکل 200.100.102 200.100.103 200.104.5.6.7 با می شکل چی کرده برای؟ آی پی داده برای؟ در دیفال گیتویش آی پی خود کی بیایه؟ آی پی خود راوتر بیه و در دی ان اس شما آی پی خود کی بیه راوتر یعنی دا دیفالت گیت شما آی پی 200.100.101 بیه و در دی ان اس شما آی پی 200.100.101 به شکل اتوماتیک و خود به خود بیه برادرای محترم به خاطر عملی را انجام دادن شما به داخل راوتر میرین دی ایچ پی را فعال میکنین اما برادرای محترم به خاطر کنفیگر نمودن و فعال نمودن دی ایچ پی شما فراموش نکنین که در بخش مایکروسافت در بخش بی سی سی و برنامه های دیگه هم شما خواندین که شما باید یک رنج اول مشخص میکنید بیادر باید اینی رنج آی پی ها را برای ما چی کن؟ دیستریبیوت یا تقسیم کن صحیح هستین چالا مشخص میکنی که از کدام نتورک و کدام برد فرض مثال مشخص میکنی و اکسکلود هم کردن میتونی که فرض مثال اینه قدر آی پی را برای ما اکسکلود کن و یا اجازه تقسیم نتی صحیح هستین چالا یعنی میتونی آی پی آی منیجر و آی پی آی سرور و آی پی آی بعضی کمپیوترهایی که منوالی میتین و آی پی آی را اکسکلود کنین کورا باز دی سی پی با کس اسای نکنه کنفلیکشن رخ ندن برادر به خاطر ایجاد نمودن و کنفیگر نمودن دی سی پی شما ضرورت به ایجاد نمودن یک پول دارین چی؟ پول پول برادرای محترم در خط یعنی مثل یک رنج و یک سیستم است شما یک رنج تنظیم میکنید و سرویس فعال میسازین که هر کامپیوتر که آی پی کار داره زیر اینی پول نیم زیر اینی رنج اتومات چی کنه برادر آی پی را تقسیم کو یا دیستریبیوت کو با کامپیوتر ها در شبکه یعنی ایجاد نمودن پول ضروری است صحیح است ان شاء الله و به می شکل برادرای محترم پول نمایندگی از چی میکنه از رنج میکنه شما باز به اساس امو رنج به اساس امو پول رنج تان مشخص میکنه صحیح است نه و با مشخص نمودن یا اتومات اینا آی پی می برادرای محترم داخل راوتر میایم و می خواهیم که دی ایچ پی را کانفیگر کنم و پولم تنظیم بسازم برادرها با کجا میریم با کانفیگتی میریم با گلوبال کانفیگریشن مود میریم دی ایچ اومدیم یک سوالی را پرس میکنیم برادرها با نام دی ایچ پی یعنی در داخل آی پی باز شما دی ایچ پی دارین صحیح است نه شما مستقیم دلیل کدام آپشن چی نداریم آی پی نشته کنین بعد از اون سوالی رو بزنین این حالا برادر آی پی اکسس لیست آی پی دیفال نتورک آی پی دی سی پی آی پی دومین آی پی چی؟ آی پی دومین لوکاپ آی پی دومین نیم فارورد پروتوکول اف تی پی هوست چی؟ در اینجا برادرهای محترم مشخص میکنین صحیح هست نیش حالا؟ این حالا بگو برادر کن ما میخواییم که آی پی دی سی پی دی سی پی کنفیگر کنم دی ایچ سی پی نشتم بعد از او برادرای محترم این حال می کنفیگر دی سی پی آدرس پول اول بگو برادر قند دی سی پی آدرس پول برما جور کو باز بعد از او می اکسکلود هم می کن در بالا اکسکلود دا آدرس اول اکسکلود می کن یا اول پول بگو اول پول ایجاد کو باز می هم سر اکسکلود بگو اول برما یک پول ارگنایز کو یک رنج میگا ورد پول نیم نامش چی باشه بگو نامش باشه زیر نام تک ها یا تک خالی
اینال میگه برادر محترم خی انتر بگو که ما باز مشخص کنم. ما مجلد که انتر کنیم فعلا داخل دی سی پی کنفیگ هستیم. اینال داخل دی سی پی کنفیگ که شدیم برادرهای محترم در اینجا میتونیم دیفالت راوتر و دی ان اس سرور و اگزیت و غیره را چی کنیم مشخص کنیم. برادرهای محترم اول کار که میکنیم نتورک تان مشخص کنیم با سر دی ان اس دیفالت می صحیح است نه شما میگم برادر محترم نتورک ما که رنج ماشه اما نتورک آی دی رابطه این خودش از نتورک آی دی اتومات چی را میگیره برادران رنج میگیره یعنی نتورک آی دی تان از ای آی پی که به فاسیتر نداده نتورک آی دی چی است 200 100 100 0 0 نتورک آی دی میشه واسه این ماسک شما میدین اونمو نتورک از روی نتورک آی دی رنج ما چی میکنم مشخص میکنم برادر بگو نتورک آیدی ما 200-100-100-0 است و بعدم برادر محترم نت ماسک نتورک ماسک سابلین ماسک ازی چی است؟ با کدام سابلین ماسک دیتریبیوت شد؟ 255-255-255-0 و بعدم برادر محترم چی میکنیم؟ انتر میکنیم ما مجرده که انتر کنیم برادر محترم و شما نتورک مشخص کردیم صحیح است نه؟ چرا؟ و در اینجا این حالا برادرهای محترم شما میتونین که دیفالت راوتر رو مشخص کنین دیفالت کدام آی پی؟ آی پی خود چی رو میتونین در دیفالت گیتویش بگو آی پی 200-100-101 بده صحیح نیم یا آی پی رو در دیفالت گیتویش بده و در دی این اس برادرهای محترم در دی این اس چی رو بده؟ آی پی 200-100-101 بده این رو در دی این اس شما صحیح شد جان بعدن انتر میکنیم ما مجرد که انتر کنیم برادرای محترم و بعدن موافقانه ما شما دیفال گیتوی راوتر هم دینس مشخص کردیم و نتورک هم مشخص کردیم بعدن چی میکنیم برادرای محترم اگزیت میشه و بعد اگزیت میشه این حالا برادرای یک شو ران کنیم ببینیم که دیچی پیتان کنفیگر شده یعنی این برادرای در اینجا اتومات برتر میگه میگه بیدر آی پی دیچی پی پول تک نتورک تو 100-100-100-0 با اینی سبنیل مال دیوار گیتوی دینی چیز این حالا برو برادر محترم که کمپیوتر ها را آی پی دیستریبیوت میکنه یعنی برادر محترم کمپیوتر ها تا اینجا فیران آی پی ندارن فیران یک پی سی هم آی پی ندارن میبینیم این آی پی ندارن این حالا اگر میخواین که از طریق دی سی پی نار آی پی بتین اتومات چی را انتخاب کنین دی سی پی DCP را که کلک کردی اتومات ای چی میکنه؟ ریکوست میکنه با IP پولیده میره که یک سرویس یک پروتوکول یک کس پیدا شده که ایره چی کنه؟ اتومات IP آدرس بده یا IP برش تقسیم کنه باز بخاطر انجام دادن این عملیه برادر محترم شما در از استاتک هند چک میکنید سر چی کلک میکنید DCP سر DCP که کلک کنید اتومات ریکوستینگ IP آدرس اتومات برادر خن IP داده شد میگه دی سی پی ریکوست سکسسفولی و اتومات راوتر برش آی پی داد 200-100-102 سبر ماسک 255-255-255-0 و 200-100-101 دیفال گیتویش و 200-100-101 هم دیفالش صحیح است نیش آرام موفقانه آی پی داد و حتی در سی ام دی هم میتونی که آی پی کانفیگ نشته کنیم یا آی پی تا برد نشان میده انتر کنه 200-100-102 آی پی دادید و دیفال گیتویت هم 200-100-101 هست خلاص این همه تا برادرهای محترم در لپتاپ زیرو میم دکستاپ ایجا هم چی را انتخاب میکنیم دی ایچی پی و مجرد که دی ایچی پی را بگیریم اتومات با ای آی پی داد 200-100-100-3 برادر محترم با اینی باشه صحیح هست نیش آقا کلوز این کلوز میریم پی سی یک دکستاپ آی پی کنفیگریشن دی ایچی پی را انتخاب میکنیم ای را آی پی داد 200-100-100-4 و تو میگیم بس از همین 4 پای کمپیوتر را آی پی دادی 4 پای کمپیوتر آی پی دادی چند چند داد؟ 2-3-4 این حالا اگه دیگه بری 5 میتر دیگه ایشه بری 6 میتر دیگه ایشه تو مسلسل میتر تو بگه اول ما یک بازر راوتر میخوایم که ببینیم که آیا واقعا آی پی تقسیم کرده یا نکرده برادر به خاطر دیدن ما و شما در اونجا یک دیتابیس دی تی پی بود که ازش میدیدیم که با چقدر کامپیوتر آی پی داده این حالا از طریق راوتر چطور ببینیم که با چقدر کامپیوتر با کدام ها کدام آی پی را داده و خاطر دیدن برادر در پرویلج مو دینمی جایی که هستی نشته میکنین آی پی فاصله چی برادر عزیز؟ شو آی پی نمیگین شو آی پی فاصله دی ایچ سی پی دی ایچ سی پی فاصله
برادرای عزیز بایندنگ چی؟ بایندنگ فاصله بایندنگ برادر عزیز انتر میکنن با مجاید که انتر کنی برد میگه میگه برادر محترم آی پی 200.100.102 به مک آدرس 00A41 به اینی کمپیوتر به شکل اتومات داده شده کمپیوتر از نگاه نیم نمیشناسه از نگاه چی بشناسه؟ مک آدرس میگه آی پی 200.100.101 به کمپیوتر اینی مک آدرس داده و آی پی 200.104 به فلانی کمپیوتر داده این حال پنج هم فعال کن برویجا اتومات با لپتاپ اول ایره بگو پنج هم بده اتومات پنج هم داد صحیح است نیچه حالا اتومات پنج که داد برادرای محترم این حال برین در ایجا باز در اوتر بیاین این حال باز یک رفرش کنین امو شو آی پی دی سی پی بایندنگ انتر کن پنج هم نشان بید صحیح است نیچه پیشتر تنها تا چار نشان داد ایجا این بار تا پنج برما نشان این حال میریم به طرف از این بگو ما میخواییم که از پنج او طرف اکسکلود کنم پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده یا پنج، شش یا هفت برادر خان میخواییم اکسکلود کنم بکشم او را به کسی تقسیم نکنم به خاطر این عملی را انجام دادن در کنفیگ تی میریم و در اینجا برادرهای محترم چی نشته میکنیم؟ آی پی فاصله دی ایچ سی پی دی ایچ سی پی فاصله این بار چی میگیم برادرها؟ exclude برادر عزیز exclude آدرس این حال میگه برادر خان لو آی پی آدرس این حال میگه برادر در اینجا آی پی آدرس ها دیفاین کن کدام آی پی آدرس ها میخوایی که exclude کنی نتی مکرس مگو بیا در خان 200.100.106 اما تو رس نه 200.100.106 چی کو بیا در exclude کن میتونی که up to چند های آی پی آدرس یعنی تا به چقدر لو آی پی آدرس از خورد شروع که از شش تا به ده بگو تا به 200.100.110 اینی آی پی را از شش تا ده چی که برمه اکسکلود بود یعنی از آی پی 200.100.106 هفت هشت نو ده چند آی پی شد شش هفت هشت نو ده چهار آی پی را برمه اکسکلود که اجازه ندید پنج آی پی را شش هفت هشت نو ده پنج آی پی را ببخشید اینا رو پیشتر دیدین که آی پی مسلسل جریان داشت دو داد، سه داد، چهار داد، پنج تا پنج داد اینا رو که میره اکسکلود کنی اتومات بیاد در رقم کمپیوتر دیگر آی پی هاست نمیدیش چرا شش، هفت، هشت، نو، در چی کردی؟ اکسکلود کردی، اینا انتر کن با مجرد که انتر کردی بیاد در اکسیت شو اینا رو شورن تو اینا اکسکلود ها مشخص کردیم اکسکلود ها که مشخص کردی سعی کن ایره آی پی یک داد ای لپتاپ آی پی دو داد ای دسکتاپ آی پی سه داد ای دیگه ایش آی پیه ببخشیم ایر آی پی دو داد ایر آی پی سه داد ایر آی پی چار داد و لپتاپ هم آی پی پنج اما ده ای پی سی که بریم ایر شش نمیتا هفت نمیتا هشت نمیتا نو نمیتا ده نمیتا اوتومات یازده میتا چرا او پنج آی پی را کشیم و ایر هم از یازده از ده به بالا میتشان این حالا برو بیادر ایر هم چی کن ده پی سی دو دکستاپ ده آی پی دی سی پی انتخاب که اوتومات آی پی یازده را میتش و زور خواهد مستقیم آی پی یازده را شش هفت هشت نو ده چی شده برادر محترم؟ اکسکلود شده دیگه ایش چند میتر؟ دیگه ایش دوازده میتر دکستاپ برو بیا در خیر انتخاب کاتمات دوازده صحیح است نه؟ این حال اگر از دوازده با بالا رو باز اکسکلود میکنی مثلا یک دو پیسی دیگه ما ایجاد میکنم یک دکستاپ بی طرف یک دکستاپ بی طرف صحیح است نه؟ یا رو میگیرم وصل میشوزم به سویچ نو به پورت ده اینا رو برادر محترم اگر این دیگر را اتومات چی کنی آی پی 13 میتیش اگر باز بگو 13 و 14 و 15 و 16 تا 20 برمه اکسکلود که از 21 باز تقسیم باز برو در اوتر اثر سایز نه میتالی با کنفیگ تی بری ما در اینجا برادر محترم در کجا بریم؟ در آی پی دی ایچ سی پی اکسکلور در این حال برادر عزیز بگو از آی پی 200.100.100 یا بگو آی پی 200.100.112 بود نه امی 13 شب بلاک برو گمش که از 14 باز شروع کن هیچ های شنا میتم من فقط هم یک آی پی میتم 13 انتر میکنم خلاص صحیح است نه مثلا دیگه چیز بگو 14 میتونی که 14 رو مشخص کنی
یک یک آی پی میتونی 15 رو اکسکلود کنی. 13 14 15 اکسکلود کردیم، اینا رو از 16 شروع میکنه. از چند؟ از 16 باید شروع کنه. اینا رو برو بیادر خان تا 12 آی پی داد 13 14 15 رو نمیده 16 میده. برو تکست داد دی سی پی اتومات بیادر 16 16 سعیست نه؟ آی دیگر هم چی میده؟ اتومات فهمیدیم برادرای محترم؟ ای بود برادرای محترم کنفیگر نمودن و عیار سازی و تنظیم دیه دی چی پی کسی طرف ما شما میتونیم که دی چی پی را عیار تیار و فعال بسازیم. اگر میخواین که پس دی چی پی را چی کنین؟ از بین ببرین و پاک کنین و ریموف کنین، باز در کجا میه؟ با کنفیگ تیم نو آی پی دی ایچ سی پی چی؟ پول. پول ما بنام چی بود؟ بنام تک بود نه؟ انتر میکنیم کلین میشه و نو آی پی دی ایچ سی پی چی؟ اکسکلود. و بعد از او لو آی پی آدرس، یکیش از یک سن از دو سر صحیح است نه؟ از چند؟ از 200 100 100 چند بود؟ یک اکسکلودی که ما دادیم از چند بود؟ از 6 بود. از 6 بود تا 200 100 100 تا 10. ایران بگو پس پاک کن. و یکی اکسکلود دیگه که ما کردیم آی پی 13 را اکسکلود کردیم، آی پی 14 را اکسکلود کردیم، آی پی 15 را اکسکلود. اینا لیا ماری انجام تگزیت شو بیادر خیلی شو رن برو دی چی پی مکمل پاس پاک شده میبینی نیت نیست. این حال برای کمپیوتر های تون بیسر نوشت میمونه، یک شما آی پی نداره. برو بیادر دی چی پی اینا با هم چی نمیکنه گم میشه اتومات. یعنی که پاس استاتیک ها بگیری پاس دی چی پی بری میگی نو میگه فیل دال سای کنین ریکوست فیل میگه دی چی پی صحیح است دین چالا. پس این موضوع است که اگر شما خواسته باشید پاک. خب برادرای محترم، پس DHCP را برادرای ما شما ریموف کردیم و میبینین حالا میگه DHCP request failed. این حالا در PC که برین این کار را بکنین برای شما یه آپشن هم میده. اگر فرض مثال پس DHCP را که کلک کنیم میگه بیدر DHCP failed. چرا؟ به خاطر از اینکه سرویس ما شما فعلا چی شد؟ غیر فعال شد و ما شما پاکش کردیم. وقتی که پاکش کردیم برادرای محترم چی میشه؟ دیگه کار نمیکنه و DHCP ما شما برادرای محترم مشکل مواجه شد. ای عیار سازی و کنفیگر نمودن چی بود برادرای عزیز؟ دی ای چی پی سرور یا داینامیک هوست کنفیگریشن پروتکل سوال باشه. خب برادرای محترم، موضوع امروزی ما و شما راجع به کنفیگر نمودن دی ای چی پی سرور بود و یک موضوع دیگر در اینجا براتون یادآور میشم که یکی بخش ریزرویشنش هست و یکی هم بخش البته لیز دیرویشن است که شما از طریق همی آپشن ها که چون بلیمون سافت پکت ریسر بعضی از کماند ها نداره و شما میتونید که لیز دیرویشن هم مشخص کنین از دیجا و همچنان عملی ریزرویشن هم انجام بدین که فلانی آی پی رو به فلانی مک آدرس چی بکنین؟ مشخص میکنین که بعدیگر رو اسائن نشه. اونا رو شما در راوتر های لایف میتونین تنظیم کنین. درس امروزی ما و ویدیوی ما در اینجا به پایان میرسه. تا درس ها و ویدیوهای بعدی شما رو به خدای پاک میسپاریم. شاد و موفق کامیاب باشید. امین الله توفیق.